بل السلام عليكم. السلام عليكم سادات سيد. وعليكم السلام ورحمة الله. خداوند کنه که پروگرام هایتان همونطور به شکل زنده و مقبول پیش بره ان شاء الله. و امی دکتر کاکا مراد بله. افسار در چند روز تشریح شد، اما مردم اینا را میشناسن که در و خود عملش نشان میده که چی کرد. بله. در پولی از اونا دکتر داریم که مجاهد وطن پرست با نام عبدالله عبدالله، اگر این دو دکتر را برای ما مقایسه کنین خوش میشون. سلامت باشین. سلامت خدا باشن. حافظ شما. خدا حافظ و ناصر شما باشه. بدون شک که اگر ما مقایسه بکنیم بین دکتر عبدالله عبدالله و دکتر اشرف غنی، اینا در طی حکومت خود و نظام خود و اداره خود بزرگترین دستاوردشان یک قلم کمشه که من بگویم عبارت از ای است که روز 300 افغان را به خاک خون میکشانند. ولی دکتر کاکا مراد ژاپنی ای دستاوردش سرسبزی افغانستان بود. دکتر عبدالله عبدالله و دکتر اشرف غنی با گلوله های گرم خود که نتوانست امنیت ای دکتر را بگیره سینش از سراخ سراخ ساختند و ای کاکا مراد ژاپنی تانست که نصف زمین ها را از غلام از حضرت علی ننگهاری بگیره. حضرت علی خاینه که اگر بیادتان باشه با آمدن صلیبی ها در افغانستان مثل یک چوچی شادی واری خیز میزد در طرف و در پیشروی از اونا رقم رقم رقص کرد و بازی کرد در کشتن افغان ها، در دستگیری مجاهدین و در بمباری خانه های مردم و در سرقت اموال مردم. کاکا مراد ژاپنی و یا ناکامورا دکتر متخصص بشر دوست و دلسوز توانست که هزارا جریب زمین ای برای مردم فقیر و بی بضاعت آماده زراعت بسازه، ولی متاسفانه که قمندان های خائن که در زیر چتر هلیکوپترها و تیارات جنگنده و بم افغان صلیبی ها به قدرت رسیدند و اینا تانستند که هزاران جریب زمین دولتی را از آن خود بسازد. کاکا مراد ژاپنی در محکمه که در طی چندین سال در برابر حضرت علی ننگهاری انجام داد، نصف زمینای دشت کمبیرار از او گرفت و در دیگراش هم داواش ادامه داشت و این برای مردم دیگران میداد و زراعت میکرد، ولی بالاخره ایره از پیشروی خود دور ساختند، از پیشروی خود دور ساختند. ولی ما مقایسه بین ای دو اینا کردن میتانیم. کدام مقایسه؟ مقایسه قطعات 01، 02، 03 و 04 که زیر قمانده ارگ است. مقایسه بزرگترین دستاورد حکومت که بزرگترین بم دنیا و مادر بمها را بر فرق ما ریختند. مقایسه ای که در روزمره اختطاف به اوج خود رسیده، زمینای مردم، رشوت در تمام ادارات دولتی بیداد میکنه واقعا. و در بزرگان قومی به شهادت میرسه، علما ترور میشوند، مساجد منفجر میشوند و ما دعوای ای را داریم که پاکستان پاکستان پاکستان. پس پاکستان که قدر یک دولت قوی است که 45 مملکت یک تعدادش اتمی را شکست داده، کل دنیا را شکست داده و شما را به فغان آورده، ولی ننگ و شرم از بر شو که در این چوکی ها نشستین و دعوای حکومت میکنین. بهتر است که چادر سرتان کنین و برین در خانه هایتان خود آرایش کنین، همین برتان بهتر است. شما میبینید که کاکا مراد ای کاکا مراد ژاپنی است. در پشت خود بوجی های ریگ را میبره، بوجی را ای دکتر متخصص است، بوجی ها را در پشت خود میبره، امرای صدر اعظم ژاپن نشست و برخاست داره و زمین ها را و پارک های بسیار مقبول و زیباره و شگفا میسازه و ایره. ولی دکتر دیگه خود تمامش آرایش میکنه، به نو قلم آرایش میکنه، تمام روز در آرایش هستند. ارگ ما در فساد اخلاقی غرق است.
شما یک روز دیدن که اقلا یک جریب زمین به اندازه کاکا مراد اینا سرسب ساخته باشند. و به او خاطر است که ما خدمت از هر انسانی که باشه، ما در برابر خدمات انسانهای صاحب وجدان، صاحب احساس انسانی تشکر میکنیم. پیامبر اسلام میفرماید که من لم یشکر الناس لم یشکر الله، کسی که از مردم تشکر نکنه از الله تشکر نمیکنه. و قرآن ما میفرماید هل جزاء الاحسان الا الاحسان. بله، السلام علیکم. سلام علیکم سادات صاحب. و علیکم السلام و رحمت الله. ببخشید سادات صاحب، دفعه دوم تلفن کردم. خوب کردین. اگر از این خدمات دکتر مراد در ولسوالی خیوه، بله، و از خدمات ترامپ و 48 مملکت در ولسوالی اچین چیز معلومات بتین خوش میشیم. تشکر، سلامت باشین. خدا حافظ شما. الله حافظ ناصر شما. بدون شک که انسان وقتی که مقایسه میکنه خدمات 48 مملکت را با خدمات دکتر متخصص و انسانی که در خدمات اجتماعی مصروف بود به نام دکتر کاکا مراد جاپانی، زمین تا آسمان در بین اینا تفاوت وجود داره. من انشاءالله تلفن های شما را میگیرم، همین سوال جواب بدم. البته یکی از تفاوت‌های بزرگ شمی بود که من قبلا اشاره کردم در شروع برنامه، هر لحظه ای که اینا خدمات کاکا مراد جاپانی را می دیدند عرق شرم و خجالت بر جبین این انسان‌های باد آورده اشغالگر صلیبی عرق شرم بسته می شد که ما 48 مملکت با او کش و فش و با او تبلیغات گسترده جهانی آمدیم که افغانستان را آباد میکنیم و مقایسه میکنیم. ما این خدمات زودگذر یک نمونیش است از کاکا مراد جاپانی. کسایی که در عمرات یک شخص است 33 سال در افغانستان خدمت میکنه، از سال 1984 که در پاکستان آمد تا 1986، از 1986 در افغانستان است تا به امروز را که مردم در بدلش دولت فاسد و مافیای زمین او را گلوله باران کرد. و این خدماتش است که یک انسان زحمت میکشه. او اما بیایم که خدمات اچین را که از امریکایی‌ها را شما یاد کردین، ای از جمله ای یکی از بمهایی است که نامش مادر بمها است. مادر بمها است و ای از بزرگترین بمهایی که در دنیا غیر اتمی است، امی بم است که اولین بار بر خاک شریف افغانستان افتید و در منطقه چین و ای نتایج مرگبار او را که دنیا سر ای تبصره کرد. و متاسفانه که امریکایی ها به سرکردگی ترامپ خائن گفت که من قدرت دارم که بزرگترین بم دنیا را بر فرق مردم افغانستان ریختم، من توانایی را دارم که در 10 روز 10 میلیون افغان را بکشم و افغانستان را از نقشه دنیا حذف کنم و برای من بسیار آسان است. خوی کار فعلا نمی کنم. اما اگر امی شعار را امی دو تا را مقایسه بکنند در اچین و در پالوی ازو در بیسود و در ولسوالی های دیگه ننگهار، شما زمین تا آسمان فرق میکنند. یکی بمهای مواد مرگ میریزه بر فرق ملت افغانستان و دیگری هم به اصطلاح میبینیم که خدمات اجتماعی او را امروز افغانها در فراق او گریان میکنند، به بشر دوستی او، به انسانیت او گریان میکنند. به این خاطر ای مقایسه را اگر کنیم با اشغال 19 ساله افغانستان، مثل از این است که شما یک انسانی که خدمات انسانی و بشردوستانه میکنه با یک حیوان درنده وحشی جانور صحرایی او را مقایسه کنین که اصلا مقایسه وجود نداره. این قیاس مع الفارق میگه، هیچ مقایسه شده نمیتونه. الله متعال
انشاءالله که ما شما را از این حالت ذلت و رسوایی انشاءالله که نجات نصیب بگردانه. آمین یا رب العالمین.